نه به جمهوری. در و دیوارهای کشور مقدس ایران باید پر بشود از نه به جمهوری. وقتی میگی نه به جمهوری یعنی نه به جمهوری اسلامی، نه به جمهوری فدرالی، نه به جمهوری کمونیستی و جمهوری های دیگه، حالا به هر شکلش که باشه. پس نگیم تنها نه به جمهوری اسلامی، خب نه به جمهوری، آری به پادشاهی. جمهوری یعنی فروش و تجزیه ایران که اکنون هم دیدیم به قول گفتنی جمهوری اسلامی در بخش تجزیه ایران در دریای مازندران و فروش ایران به چین چه کارهایی رو انجام داده. آقای کریم عبدیان هم شما بعدیش رو میبینیم، آقای حسین بور و کریم عبدیان در کنار دانیل برت از یکی از پدرخونده گروه های تجزیه طلب بمبگذار و تروریستی الاهوازی است. در مجلس انگلستانی آقای دانیل برت برده براشون زمان سخنرانی گرفته. اینو نشون داد این کدوان؟ بله. خب حالا بعدی هم همون فرتوره خوره بزرگ و کوچیک شده که ببینن در چه فضایی هستن. در مجلس انگلستانه. بله اونم نشون دادم. خب حالا ببینید پیش از اینکه بریم فرتور بعدی، من فقط این عنوانهای آقا رو بخونم. دانیل برت از ماموران ویژه MI6 در بخش گروهک‌های تروریستی خلق عرب، از اعضای برجسته اندیشکده یا اتاق فکر انجمن هنری جکسون، روزنامه نگار، کارشناس و مشاور در امور نفت و انرژی و پتروشیمی، سیاست خارجی و بازار جهانی. او در رأس انجمن دوستی اهوازی‌های بریتانیا یا BAFC و شبکه همبستگی اهوازی عرب یا AASN است. خودتون دیگه حدیث مفصل را بخوانید. از افراد پرنفوذ در MI6 یا MI6، از آشناهای یا دوستان آقای سید علیرضا نوری‌زاده ایشون هستن. فرتور بعدی ببینید، چند سال پیش هم همین اسرائیل به زبان عربی که فقط پیام مهر و دوستی و محبت به زبان عربی برای مردمان عرب زبان کشور عربی میفرسته، بارها و بارها علیه ایران لجن پراکنی کرده. چند سال پیش هم یک مطلبی رو گذاشت، یا اهل الخلیج العربی، ایران عدوتکم و لست اسرائیل. میگه ای اهالی خلیج عربی، ببینید چی نوشته، شرم بر تک تک شما صهیونیست های بیریشه و ایران ستیز. ایران دشمن شماست و اسرائیل نیست. یعنی میخواد بگه دشمن شما ایرانه، ما نیستیم، اسرائیل نیست. خب و پدرخوانده، ببینید تو انگلستان این گروه های پان عرب تجزیه طلب یه سرکرده و یا پدرخوانده دارن به نام دانیل برت، مأمور MI6. در اسرائیل هم مسئول میز تجزیه خوزستان یک صهیونیستی است به نام ادی کوهن که به زبان عربی هم چیره است، از بام تا شام در حال لجن پراکنی به ملت ایران و تلاش برای بسترسازی برای تجزیه ایران است. من واقعا شرمنده ام. من نمیدونم 300 هزار ایرانی یهودی در اسرائیل مشغول به چه کاری هستن. توی این 300 هزار تا 30 نفر آدم پیدا نمیشه که مهر به ایران داشته باشه. منشه امیر همون چند سال پیش اومد گفت که این کار مزدوران سپاه پاسداران است. آقای منشه امیر، این بدون برو برگرد با سند و مدرک نوشته خود وزارت امور خارجه اسرائیل در بخش عربی، یعنی توییترشه، همان گونه که فرتور این کودک رو که گذاشتن با درفش اسرائیل و اون درفش تروریستی گروه های تجزیه طلب پان عرب، این رو هم دقیقاً توییتر وزارت امور خارجه اسرائیل به عربی پخش کرده. چند روز پیش هم در یه برنامه‌ای در شبکه شرام شارلاتان ازش اون مجری آرش پرسید که یه بیننده‌ای زنگ زد، پوزش میخوام، پرسید که نقش اسرائیل در روی کار آمدن جمهوری اسلامی. حتما اون بیننده گرامی برنامه رستاخیز رو دیده بوده. پاسخی که نداد، گفت این سخنان مزدوران جمهوری اسلامی. یعنی چی آقای منوچهر ساچمچی با نام جعلی منشه امیر؟ یعنی هواداران جمهوری اسلامی میگن که ما رو اسرائیل سر کار آورده؟ شما مردم رو چی فرض کردین؟ فکر کردین همه مثل خودتون IQشون پایینه یا مثل صهیونیستا بیشعور و بیخرد هستن؟ کدوم ملای شیعه یا بسیجی یا اطلاعاتی در ایران میگه ما رو اسرائیل سر کار آورده؟ البته آقای نتانیاهو چند سال پیش، نتانیاهو ایران ستیز، اعلام کرد، گفت از هر ده سپایی یکیش برای ما کار میکنه. یعنی 10% سپاه آدم مزدوران موساد هستن. خب این 10% هم که از سرباز وظیفه یا سرباز صفر که نیست، از بالا دستی هاست، درجه دارا، سرکردگانه.
و یعنی میخواست بگه که درصد قابل توجهی از سران سپاه مزدوران موساد هستند. در روی حالا دکتر تایید کرد با این حرفش که جمهوری اسلامی دستشانده اسرائیله، اینو تایید کرد 100%. درود بر شما. تو اینایی که توی اسرائیل هستن به قول شما این صهیونیستای فارسیدان، اینا خودشون دنده خریت زدن و نمیخوان آدم شن، نمیخوان واقعیت رو قبول کنن، نمیخوان. حالا حرفم که بزنی میشیم مزدور کجا، اماریون رو نمیدونم، مزخرف، همین چیزایی که از تو تعمیله خود موساد زده بیرون همشون. ببینید ضررشون اگه خواسته باشن بیان به نفع ایران حرف بزنن، به نفع منافع ایران و حفظ تمامیت ارضی ایران صحبت بکنن، خب به ضررشونه، نباید همچی کاری بکنن. اون دنیاشون بسته میشه، اصلا خیلی ضرر میکنن. ببینید دوستان، اینقدر سند و مدرک در اینجا نشون داده شده و نشون داده خواهد شد که اون پوزش میخوام بیشرمترین دشمن ایران هم از رو برود. این کار ماست و این کار خواهیم کرد، در این رو هم خستگی ناپذیر خواهیم بود. فرطور بعدی رو بزرگواری بکنید، نشان بدهید، سپاسگزار خواهم شد. Yes, of course. خب فرطور بعدی که این دیوانای ایران ستیز ادی کوهن بود. خب اونجا چی بود؟ من فقط نوشتش رو یادم رفت چون خب. فرطورا رو نمیبینم. یکیش نوشته که ایوه العرب، آها بله اینو بذارید، نوشته ایوه العرب حرر الاحواز العربیه من براثین ایران هذا هي قضيتكم، نوشته ای عرب، یعنی خطابش به کل جهان عربه، احواز عربی را از چنگال ایران آزاد کنید، مسئله اصلی شما این است. یعنی شما اینقدر به ما گیر ندین، شما ایران اومده کشور خیالی الاحواز رو اشغال کرده، حرر الاحواز العربیه من براثین ایران، یعنی احواز عربی اشغال شده رو از چنگال ایرانی ها آزاد بکنید. یک صهیونیست که ایرانی باشه، یعنی ایرانی یهودی، ندیدم که در این از این 300 هزار تا ایرانی یهودی در اسرائیل یکی بیاد به یه آقا بپردازه. ولی این فرطوری که انتخاب کرده زیر پستش فرطور درستی دکتر، دقت کردین؟ بله بله، فرطور شیره، شیر قرآن، شیر. بله ولی خب یه فرقی داره، اینو دقت کنم نکردی. برای ایرانی ها هر جایی که میخوان شیر بذارن شیر نر میذارن، ادی کوهن برای اسرائیل خودشون صهیونیست‌ها شیر ماده گذاشته. خیلی درسته. خب بله برم فرطور بعدی. بله بله، کنار روی میزی نشستن، این از بلند پایگان موساد هم هست این آقای ادی کوهن. بله علم روش چیز منم عربی زیاد خوب نیست. آها نوشته من یادداشت کردم، علم الاحواز، علم علم الاحواز یرفر فی تل عبیب نوید تحریر الاحواز العربیه من احتلال ایرانی، یعنی درفش احواز در تل آویو به اهتزاز درآمد. دقت کنید اینا رو، اونایی که میگین اسرائیل دوست ملت ایران است، این آقا از مشاورین نتانیاهو بوده سالها، از بلند پایگان دفتر نتانیاهو بوده، استاد دانشگاه است، روزنامه نگار، در جهان عرب میشناسنش خیلی ها، اونایی که باید بشناسن که امروز نشون میدیم به شما کیا باش در ارتباطن و کیا توییتاشو ری توییت میکنن، از نزدیکان به نتانیاهوست، از ماموران برجسته موساد است. چطور ممکنه منوچهر ساچمچی با نام جلی منشه امیر و شرلی شمسیان و چه میدانم رانی گوشواره در اون رادیو گوشواره، رادیو رانو، این چه میدونم موش و گربه و اینا، این عراض لوباش نشناسن اینو؟ چرا یک بار تو برنامه هاشون به این نمیپردازن؟ بعد اینا با کمال بیشرمی اون موش و گربه رفته یک شبکه زده به نام شبکه جهانی خشایار. حالا فرطور بعدی خیلی جالبه، ماهیت این پلید رو خواهید شناخت، این ادی کوهن دشمن ایران و ایرانی رو. بله ادی کوهن ممثل اسرائیلی یسخر من الایرانیان، آره ممثل اسرائیلی یسخر من ال... یعنی هنر ممثل، یعنی هنرپیشه یعنی هنرپیشه اسرائیلی در حال مسخره کردن ایرانیان. خب دقت کنید اینا رو، اگه یه هنرپیشه ایرانی میومد اسرائیلیا یا یهودیا رو مسخره میکرد، پدرش رو در میآوردن. خب صدها بار تو روزنامه ها توی برنامه هاشون بهش میپرداختن، ولی هممیهنان ایرانی و یهودی ما تاکنون سکوت، خاموشی. بعدی رو لطف کنید نشون بدیم، نگرانم که زمان کم بیاریم. بله
توییت ادی کوهن مأمور برجسته موساد در و پدرخوانده و مسئول میز تجزیه خوزستان توییتی کرده، پایینش عبدالخالق عبدالله ریتوییت کرده. چی نوشته؟ او اشاره کرده که به گفته نیویورک تایمز اسرائیل پشت قضیه انفجار در سایت هسته‌ای نتنز است. خب حالا اینم بگذاریم چون اینو بخوام فقط باز بکنم یه 20 دقیقه زمان میبره. فرتون بعدی ببینیم این آقای عبدالخالق عبدالله کیه. آقای عبدالخالق عبدالله مشاور سیاسی ولیعهد امارات محمد بن زاید و مشاور بخش پژوهشی روزنامه الخلیج که درستش خلیج پارسه و ناظر برجسته بر گزارش سالانه راهبردی کشورهای عربی خلیج پارسه. آدم کمی نیست، از دوستان نزدیک همین پدرسوخته ادی کوهن صهیونیست انسان ستیزه. چی نوشته؟ شروط خلیجی یعنی خلیج فارسی برای مذاکره و گفتگو با ایران: یک، زبان تهدید را به کنار بگذارد. دو، در کار کشورهای منطقه دخالت نکند. منظورش با جمهوری اسلامیه. دست از اشغال جزایر اماراتی بردارد. برنامه هسته‌ای و موشکی خود را متوقف کند. کمک خود به گروه‌های تروریستی را قطع کند. از به کار بردن نام خلیج فارس خودداری کند. ببینید، به روزی کشورک امارات که عمرش از کبریت توکلی چیه؟ از عمرش از کبریت توکلی ما پایین تره، باید مشاور ولیعهدش با اتکا به موساد، پشتش به موساد گرمه، بیاد برای ملت چند هزار ساله ایران و کشوری که هنوزم ازش میوه و سبزیجاتش رو آب معدنیش داره از ایران میره و ایرانی ها میلیاردها دلار سرمایه تو دبی دارن، در امارات متحده دارن. دکتر جان ببخشید، ایرانی ها ندارن. دکتر جان ببخشید، با جمهوری اسلامی سرمایه ملت ایران رو بخشش رو بر امارات امارات کرد. اینجوری باید گفت. بله اونم هست، ولی خب شوربختانه بعضی از همیانان ما هم اونجا رفت آمد میکنن. من اگر میلیاردها دلار پول داشته باشم پامو توی اون خراب شده، مگر اینکه حالا بخوام بگم دکتر جان ببخشید صحبتو فراموش یادتون نره. اونا کیان؟ ببینید، سردمداران سپاه تروریستی عبری جمهوری اسلامی که بخش واردات و صادرات ایران رو در کنترل خودشون گرفتن، اینها توی امارات و توی دبی و بقیه جاها دفتر دستک رو انداختن و سرمایه ملت ایران ترانسفر شده رفته اونور. و این امارات، دوستان برید ویدیوهایی که شاهنشاه در اواخر حکومت شاهنشاهی رفت به امارات، رفت به عربستان و امثال اینها رو برید ببینید. این کشورها، ترکیه و امثال اینها، با پول من و شما ایرانی ساخته شد، با سرمایه ما ملت ایران ساخته شد، چون باید این اتفاق می افتاد. و این امر توسط خود جمهوری اسلامی که نماینده این جریان مافیاست صورت گرفته. و الا یه تاجر معمولی ایرانی که به قول معروف احتیاج به این نداره که بره توی امارات دفتر بزنه. و اون اصل سرمایه ها، اون برج هایی که ساخته شد، اونا پول ملت ایرانه. بفرمایید. خواهش میکنم، زنده باشه. این فرتورها خوشبختانه، حالا اون سه تا فرتوری که در پایان براتون فرستادم رو دارید کمالپور گرامی؟ یکی دیگه هم هست که آقای قاسمی فرستاده. بذار الان اون سه تا رو نشون بدم، بعد یکی که آقای قاسمی گفت در رابطه با تلویزیون ایران اینترنشنال بخواد بررسی موهای طرفه. بله بفرمایید. چپکش. بله اینو فقط اون دوتا فرتون دیگر هم میتونید اینو فقط بخونید، اون دوتا هم به عنوان سند نشون بدیم، فردا نگن از خودمون در آوردیم. از ادیب برومند، از سرکردگان جبهه ملی که هنوز این جبهه ملی آدم نشدن و به راه مردم نیمدن و سود مردم ایران رو، خوبی مردم ایران رو نمیخوان. اینو اگه بخونید سپاسگزار میشه. بله، یکی آفرین ادیب، باریکلا ادیب برومند، رئیس هیئت رهبری و شورای مرکزی جبهه ملی ایران. جمهوری از طرز حکومت در این دیار بگرفته از شریعت اسلام، پیکره باید شتافت از پی تایید این نظام. همدوش با امام چون ارواح طاهره، یا رب به خون پاک شهیدان انقلاب. مپسند کین قیام فتد در مخاطره. کیهان 20 مرداد 1358. آفرین. بعد آتش بیاران معرکه، اونم باید بخونم؟
نه نه نه، فقط اینو نشون دادیم که این تیکه از این شعر گرفته شده، شعر ادیب برومند از سرکردگان جبهه ملی است که جبهه ملی در به آتش کشیدن ایران نقش عمده داشته، صحابی سنجابی و صحابی و بازرگان و چه میدونم این اراذل اوباش و به قول میرزاده عشقی این ولگردهای ایران ستیز. اینا نه دیگه، فرتورا به پایان رسید، فقط موند اون دو تا ویدیو که باید بتونیم به کوتاهی نشون بدیم. خب سعید جان شما میخوای رو اون عکسی که گفتی صحبت کنی؟ آره من راجع اونو بذارش لطفا. این خیلی جالب بود. علی کشگر فعال سیاسی جمهوری خواه. آره دوستان توجه کنید، اولا جناب کمالپور چند بار گفتن یادشون رفته گفتن ایران اینترنشنال، این تلویزیون رژیم اینترنشناله و حالا نام ایران هم اینجا دوباره جعل کردن، تلویزیونی که مدیر مسئولش علی اصغر رمضان‌پور مشاور ارشد سید محمد خاتمی که اومد رسما اعلام کرد فدرالیست بهترین شیوه برای اداره ایران و نور چشمی جورج سوروس هست، این تلویزیون نمیتونه نام ایران رو به یدک بکشه. این تلویزیون رژیم اینترنشناله و حالا یه بحثایی هم درست کردن که گفتن این پولشو عربستان داره میده، نه دوستان، پول اینو جمهوری اسلامی داره میده، مستقیم داره از سمت جمهوری اسلامی، هم این همون بقیه شبکه‌هاشون ساپورت مالی میشن، خوراک برنامه بهشون داده میشه و اگر دقت کنید دقیقا توی راستای سیاست میرن جلو، یعنی هر موقعی که جمهوری اسلامی این بخشش بخواد اون بخششو بکوبه اون یکی تلویزیون میاد جلو یه سری اسناد منتشر میکنه، هر وقت این یکی بخواد اون بخشو بکوبه این یکی میاد اسناد مخالف اونا رو افشا میکنه. بنابراین این فریب رو خیلی بهش دقت کنید که فریب نخورید. ولی جالبه این یارو که از تبار بهرام شطور و تبرزدی هست، کسی که اسمش علی کشگره، اما اون شاهکار پشت سرش که من کلی خندیدم اون نقاشی که پشت سر این میبینید، اون شاهکار خودشه، افتخار میکنه. این انگل این میخواد که یعنی باور کنید اگر نیم ساعت شما صحبت اینا رو گوش کنید یک جمله کامل پیدا نمیکنه، یعنی یک جمله ای که شروع بشه و پایانش بتونید نقطه بذارید که یک جمله کامل باشه تو صحبت اینا نیست. اما تیتری که زیرش رژیم اینترنشنال زده، فعال جمهوری خواه، فعال جمهوری خواه. حالا شما در این رسانه و رسانه های مشابه چیزی غیر از این نمیبینید، هر کسی میاد جمهوری خواهه. اما چرا دارن این جمهوری خواه رو تو چشم ملت ایران میکنن؟ برای اینکه جا بیفته، برای اینکه ملت به اینجوری نگاه کنن آقا بجز اره و اوره و شمسی کرو و این انوگوها اصلا دیگه ما ایرانی وطن پرست نداریم، همین هایی هم که دارید میبینید. یعنی شما فکر کن این علی کشگر این دنبال جمهوریه و دنبال جمهوری رئیس جمهور شدن خودشه، یعنی از احمدی نژاد بگیرید بدید به این انوگوها. منظورم اینه که سیاست مافیا ببینید چجوری داره جلو میره. همین رژیم اینترنشنال یک سلطنت طلب به قول خودش میاره، سلطنت طلب پادشاهی خواهم نه، سلطنت طلب مشروطه، اونم فواد توفتوفوه، کل همت و هدتی که کرده فواد توفتوفو رو میاره. بنابراین این خیلی مهمه که ما ایرانی هایی که دنبال پادشاهی ایران هستیم تو زمینی که این امثال این رسانه ها برامون پهن میکنن بازی به نفع اینا نکنیم، نیاییم حمله کنیم به نماد پادشاهی ایران، به سمبل سامانه 2500 ساله پادشاهی در ایران، چون مافیا بازیش اینه دوستان. اگر میبینید پادشاه در تبعید ما میاد صحبتی میکنه شرایط ایشون رو بسنجید. شما به عنوان من رستاخیز سیمرغ، من و جناب کمالپور دکتر مهران به عنوان سه تا ایرانی معمولی وقتی میایم توی همین فضای مجازی که مال مافیاست صحبت میکنیم که این صحبت برخلاف منافع اونا باشه، سانسورمون میکنن، دیلیتمون میکنن، محدودمون میکنن، میبندنمون. آخه چه انتظاری هست که از پادشاه ایران بخواید بیاد تو زمین مافیا که حضور داره، زمین مافیاست، بیاد بگه من دنبال پادشاهی ایرانم؟ خب یه مقدار دو تا چهار تا با خودتون بکنید. شما وقتی اسیرید و قرار کاری رو انجام بدید برای کشورتون، میبینید صلاح کشورتون رو در اون جایگاه هستید که بازی
صفحه بازی رو از بالا تماشا کنید، مهره ها رو ببینید، بنابراین منطقی فکر میکنید کدوم راه به نفع ملت ایرانه. این بندناف جمهوری اسلامی باید توسط اپوزیسیون واقعی که حالا متاسفانه وجود نداره، بندنافه باید بریده بشه، باید کشورهای غربی و حتی کشورهای شرقی رو قانع کرد که اگر جمهوری اسلامی برود منافع شما به خطر نخواهد افتاد، بلکه بر اساس روابط به قول برای متقابل و احترام به حقوق همدیگه میتونیم با همدیگه زندگیمون رو انجام بدیم. غربی ها از این میترسن چون دو بار یا سه بار از سلسله پادشاهی پهلوی غربی ها رودست خوردن، این این واقعیته، سه بار رودست خوردن، بنابراین اینا سعی میکنن تا اونجایی که بتونند سناریویی در ایران پیاده بشه که سناریوی ایناست. اینجاست وظیفه من، شما، پادشاهی خواهان دیگر اینجا مشخص میشه که این ماییم که باید از سامانه پادشاهی دفاع کنیم، نه پادشاهی در تبعید ما. ایشون هم بارها و بارها اینو فرمودن، اگر کسی پادشاهی خواهه باید براش بجنگه، اون وظیفش حفظ پادشاهی ایران، نه پادشاهی که در تبعیده. من و امثال ما باید کاری بکنیم که کشورمون از چنگال مافیا در بیاد، پادشاهمون رو بتونیم به کشورمون برگردونیم. ایشون یک شخصیت، یک تنه دوستان، نه بتمنه، نه زوروه، نه اون یکی کی بود، یه شخصیت دیگه هست، مرد 20 میلیون دلاری. ایشون یک شخصیته. حالا این یک شخصیت باید منافع کشور 85 میلیون 90 میلیونی ایران رو از یک طرف در نظر بگیره، تاریخ و سرگذشت کشور ایران 2580 سال حداقل، 2540 سال شاهنشاهی ایران با جمهوری انگلشان آخوندی، 2580 سال تاریخ شاهنشاهی ایران رو از یک طرف در نظر بگیره، خطرات بازی مافیایی رو از یک طرف در نظر بگیره، امنیت خودش و خانوادش رو از یک طرف در نظر بگیره و بسیاری مسائل دیگه که امثال ما حتی فکرش هم نمی کنه. بنابراین اینجا وظیفه ما و امثال ما دوستان کاملا مشخصه، ما سربازیم، برای کشورمون می جنگیم و بهترین رو برای کشورمون می خواهیم. بهترین همون چیزیه که سابقهش رو داریم، سابقهش رو داشتیم و می دونیم چشم مافیا با اون معروف نمیخواد این واقعیت رو قبول کنه که 10,000 کشته در دو قیام گذشته فقط برای بازگشت به هویت ایرانی کشته شدن در خیابان ها و این بسیار بسیار مهمه. برای همین شما امثال گومیکولا رو میبینی، اون یکی رو میبینی، این یکی رو میبینی که میاد سعی میکنه نهاد پادشاهی، سمبل پادشاهی ایران رو به سخره بگیره یا کوچیک کنه یا از دید خودشون لگد مال کنه. اینا موفق نخواهند شد. چیزی که براش خون ریخته شد، این خون جوانه میزنه، این خون بزرگ میشه، قوی میشه و مطمئن باشید ما ملت ایران هستیم که باید کشورمون از چنگال مافیا در بیاریم و برای همیشه نجاتش بدیم. بفرمایید. بله، ما دقیقا حدودا یک رو دیگه زمان داریم آقای دکتر. خب اون ویدیو رو میشه خواهش کنم نشون بدید؟ از دو تا ویدیو از کدوم ها رو میخواید اول نشون بدم؟ اولیش نخستینش که منا سیلاویه، به زبان عربی است، از دقیقه 14:10 تا 15:25. 14:10 تا 15:25. بله الان دارم نشون میدم. أخرى. هل حق تقرير مصير يتضمن حقكم في إقامة دولتكم المستقلة المنفصلة عن الدولة الإيرانية؟ هذا حق مكفول لجميع الشعوب اللي عنده مكونات اللي موجودة في داخل الأقليم الأهواز اللي هي هوية مشتركة، تجانس على الأرض، الثقافة والتاريخ مشترك. طيب ثمة ما يشيرون بشيء من الاهتمام في الواقع إلى أن بعض الأهوازيين في الواقع ربما مجبرين، حتى أضعها بين قوسين، حاربوا إلى جانب الجيش الإيراني في الحرب الإيرانية العراقية بين عامي 1900 إيران، وراءها دعم دولي من هذه 88. هل يعني ذلك بأن مشكلتكم عندما تكون مع النظام هي حقوق ومواطنة، ولكن عندما يأتي
بلد آخر تصبحون إيرانيين؟ أنا أعارضك بهذا الكلام لأن معظم اللي ماتوا في الحرب الإيرانية العراقية كانوا من مدنيين، وإذا كانوا ماتوا في هذا الحرب كانوا من المجندين، فالشعب العربي الأهوازي لم يكن يشارك في الحرب ضد دولة عربية أخرى. طيب، معظم الحركات القومية الأخرى الموجودة في إيران وراءها دعم دولي من هذه الدولة أو تلك أو هذه بارزة لدى الجانب العربي من منظورك؟ قد تكون برزت، ولكن كما قلت لك فيما سبق نحن نحاول أن نتعامل مع قضية مستقلة، ونطالب الدول العربية احترامنا كحركة نهضوية تحررية وعدم أخذنا كورقة في علاقتهم مع إيران. هل تقولين بأنهم يأخذوكم كورقة مع إيران، تعامل مع إيران؟ أنا لا، أنا أفضل أن يكون احترام حركتنا كحركة مستقلة في هذه القضية، لأنه بأيام الشاه إن كانت علاقة جيدة ناضلنا ضد حكومة الشاه، وبأيام الثورة الإسلامية لما أصبحت علاقات مع دول عربية جيدة ما ناضلنا ضد الحكومة. طب ماذا تريدون العرب أن يفعلوا في قضيتكم؟ ماذا يفعلون؟ كاظم تو همین جاش کافی است، سپاسگزارم. یتعاملوا معهم ك نه 14 و 10 بود تا 15 و 25 یا 16 و 15 تا 17 و 42 بود. اشکال نداره، کافیه، چون این به زبان عربی هم میهنان ما بیشترشون متوجه نمیشن. من فقط میخواستم ما سند نشون بدیم، فردا نگن خودشون دارن چیزی میگن. سپاسگزارم ازتون چون زمان نداره. خب ویدیو بعدی هم نشون بدم یا نه؟ نه نه نه، فقط من یه چیزی باید پیرامون این بگم. ببینید این نام عنوان ویدیو هم هست، مقابل سید منا سیلابی متحدث به اسم تضامن دموکراتی الاهوازی، هم من دکتر حسن محفظ، گفتگوی سخنگوی حزب تضامن دموکراتیک منا سیلابی با مجری مشهور العربیه حسن محفظه. خب من فقط میخونم براتون که ترجمه کردم از عربی به فارسی. حسن محفظ، اولا که این خانم در زبان پارسی وقتی سخن میگه، میگه ما ایران رو دوست داریم، فقط میخوایم یه فدرالیسمی باشه که مثلا ما حقوقمون تضمین بشه، به زبان مادری درس بخونیم. صحبتهای خیلی گوگولی و قشنگ و بزک شده به من و شما میگن. وقتی میره تو شبکه‌های عربی دهان میگشاید و هر آنچه که در درون هست بیرون میریزد. اولا که این خانم بارها و بارها در این 20 خورده گفتگو از ملت عرب الاهواز صحبت میکنه. مجری ازش میپرسه، همون آقای حسن معوض، پیرامون دستور کار حزب، میگه دستور کار حزب شما چیه؟ دستور اصلی کار حزب، میگه ما به دنبال حق تعیین سرنوشت، حق تقریر المصیر هستیم، یعنی حق تعیین سرنوشت، و فدرالیسم راهی است برای رسیدن به حق تعیین سرنوشت. توجه بکنید، اینهایی که میگن ما فدرالیسم میخوایم، تجزیه نمیخوایم، میخوایم ایران حفظ بشه، فقط دنبال خودگردانی محلی هستیم، فریب اینجور افراد رو نخورید. آقای نوریزاده از این حزب تضامن پشتیبانی میکنه، بارها در برنامه‌هاش هم خوبی اینا رو گفته که اینا به کشورشون علاقه دارن، ارواح عمه‌شون. خب پوزش میخوام اینگونه گفتم. مجری ازش میپرسه خانم منا سیلاوی، حق تعیین سرنوشت ممکنه منجر به تشکیل دولت عربی الاهواز بشه؟ منا سیلاوی میگه بله، این حق ماست. مجری میگه برخی از اهوازی ها در ارتش ایران بر ضد عراق جنگیدن. اون میگه منظورش و میگه که آیا شما مشکلتون بر سر برخی حقوقیه که بهش باور دارین و وطن خودتون ایران میدونید؟ جریان چیه؟ شما از این بر یه چیزی میگین، از این بر همراه ایرانی ها بر ضد کشور عربی عراق جنگیدین. منا سیلاوی به دروغ میگه نه، کشته شدگان اهوازی از میان شهروندان عادی بودن، هیچ عرب خوزستانی بر ضد یک کشور عربی دیگه نه جنگیده نه خواهد جنگید. قابل توجه، خانواده های 8000 شهید راه ایران در یورش عراق به ایران که از 16000 شهید استان خوزستان 8000 تاشون از میان هممیهنان ایران دوست و میهن پرست عرب زبان ما در خوزستان هستن. منا سیلاوی میگه نه، کسی وارد ارتش ایران نشد از عرب زبان ها که بر ضد عراق به جنگه، که دروغ میگوید با بیشرمی. خب مجری ازش میپرسه شاه با کشورهای عربی رابطه خوبی داشت، نظر شما چیه؟ میگه حرکت ما یه حرکت آزادی بخشه، منظورش اینه که تجزیه طلبانه است، ما در زمان شاه هم با شاه هم میجنگیدیم، اکنون هم با جمهوری اسلامی. بعد اینجا رو خوب دقت کنید، خیلی خوب دقت کنید، مجری میگه درخواست شما از کشورهای عربی چیه، از دولتهای عربی؟
منا سیلاوی سخنگوی حزب تضامن دموکراتیک اهواز که دوستای آقای سید علیرضا نوری زاده هستند میگه ملت عرب اهواز از قومیت‌های گوناگون عربی تشکیل شده. ما ایرانی نیستیم. لطفاً ما را ایرانی به حساب نیاورید و نیاز به کمک سیاسی و علمی شما داریم. ما بخشی از امت عربی هستیم و از برادران عربمان انتظار یاری و کمک داریم. حالا کسی که نه عربی میدانه، نه خرد داره، نه حرف گوش حرف ما و این سندها رو نه میبینه نه گوش میکنه، حالا بروید بگوید این فدرالیست خواها به دنبال تعزیه ایران نیستن. من اینا رو تیکه تیکه و چکیده به شما میگیم، به عنوان سند، به عنوان سر نخ رو به شما میدیم که شما بگیرید و این سر این کلاف رو دنبال کنید ببینید چه خبره. با تصویر دهشتناکی مواجه خواهید شد که چشمانتان از حدقه بیرون خواهد زد. من فقط یک چیز بسیار ویدئویی هست هماهنگ با گفتهای شما و کدبان قاسمی گرامی درباره رژیم اینترنشنال یا انترنشنال به گفته یکی از دوستان بسیار میهن‌پرست در کانادا انترنشنال، این رو بگذارید همیهنان بشنوند که این کسی باید ایران ستیز و دشمن ملت ایران باشه و توهی از هر گونه حس میهن پرستی و ایران دوستی باشه که بره مجری و از بشه در این شبکه‌های ایران ستیزی مانند انترنشنال یا براشون کار بکنه یا ازشون حقوق بگیره. خواهش میکنم این رو به همیهنان نشون بدین. سپاسگزارم. بله میرم تو جایگاهی قرار داری، اون جایگاه برای منافع ملی ایران خطرناکه و بیش از میلیون ها جوان ایرانی رو ناامید میکنی با اخباره، مجبورم جلوت وایستم بهت بگم کارت خطرناکه. من فرم داری... خبر رسانیه. یه چیزم اینجا نخه... بکنم، اتفاقا برخلاف خیلی از دوستان دیگه من دنبال منافع ملی ایران، عربستان، آمریکای جای دیگه نیستم. من کارم خبر رسانی، اصلا منافع ملی هیچ کشوری برای من اهمیت نداره. اگر خبری که میدم به ضرر منافع ملیشون باشه مشکل خودمون کشور، اگر به نفعش باشه مشکل خودمون کشور. اصلا کار من دیپلمات که نیستم که در فکر منافع ملی جای باشم. من نکتم سر اینه که اولا دوستان یه چیزایی میگن بعضی وقتا انگار مثلا اصول علم ارتباطات رو کلا زیر سوال میبرن. ما که رسانه مستقل نداریم، به همون معنی که صدا و سیما جمهوری اسلامی مستقل نیستش، بی بی سی و من و تو و اون بقیهش رو هم مستقل نیست. حرفی که جست چیز نگیرن، جست این که ما روزنامه‌نگار مستقل نداریم کارمون رو میکنیم نگیره. شما سوگیری دارید، سوگیریتون هم مشخصه، کما این که روزا خبرنگارای صدا و سیما، خبرنگار شهر، خبرنگار کیهان، اونا هم سوگیری دارن. در نتیجه هیچ کدومتون فارغ از سوگیری نیستید. این یه اصل، یه در واقع یه اصل بدیهی و پذیرفته شده است. نکته دومی که برای شما پذیرفته شده است، البته برای همه پذیرفته شده است، آقای کوهیان، برای آمریکایی هم پذیرفته شده است. به حرمت کسایی که دعوتش نبند لطفا خبرنگار اون در واقع خبرنگار سوگیریش و بنگاه خبریش تعیین میکنه، کما اینکه فرقی نمیکنه جمهوری اسلامی باشه یا بی بی سی. این که از کجا پول میگیری معلوم میشه که بالاخره چی مینویسی. شما اگر شما میگید من منافع ملی هیچ جایی برای مهم نیست، فقط کارم میخوام بکنم، خیلی خوب، فردا تشریف ببرید کیهان کارتون رو بکنید. وقتی که هیچ اگر اجازه بده میکنم، اگر پول خوب بده اجازه بده حتما میکنم. پول خوبم ممکنه بده. باش منم هم بله. متاسفانه بله دیدی مشخص دیدیم. سپاسگزارم. همینه، خواهش میکنم. اینا چون منافع ملی کشورشون براشون مطرح نیست، چون یه سری جهان وطنی هستن که براشون فرقی نمیکنه. رادیو اسرائیل باشه، تلویزیون اسرائیل باشه، برن تو رسانه‌های عربی ضد ایرانی، هر جایی باشه در رابطه با منافع ایران ببره زیر رادیکال لطمه بزنه، پول خوبی به این آقایون و خانوما بده، اینا کاری ندارن، پولا رو میگیرن میرزن تو حسابشون، میرن کارشون انجام میدن. پس دردم که ایران آزاد شد، توقع دارن در یک دنیای دموکرات اینها به راحتی بیان وارد ایران بشن که چی؟ خب اون موقع ما احتیاج داشتیم دیگه. بقیه ایرانیایی که دارن مبارزه میکنن چه در داخل چه در خارج، حال و افشنبن، نمیتونن از این کارا بکنن، نمیتونن کشورشون رو بفروشن.
و دسترسی هم ندارن. قطعا شما فکر کردید که مثلا این آقایون و خانم‌ها فکر کردن تخم دو زرده میذارن که صدای آمریکا و بی بی سی و رژیم اینترنشنال و نمیدونم بقیه جا همه اینها فقط میرن سراغ همینا. نه، چون شما خودفروشی وطن فروشی، اینا میدونن نمیتونن به این راحتی کسانی رو پیدا کنن که مثل شما به راحتی ایران رو بفروشن، خیانت بکنن. با چندر قاز شما خودت هم میفروشی، نسلت هم میفروشی، جد آبادت هم میفروشی. چرا؟ چون قبول کردی ایران رو بفروشی. بفهمیده اینا فروشندن دیگه مراجع، اینا فروشندن. جناب جمهوری، یکی از دوستان از ایران میخواد چند دقیقه صحبت کنه، اگه وقت داریم یه شماره واتساپ بهش بدیم که تماس بگیره صحبت کنه، اگه وقت داریم، اگر هم نه که صحبت میکنم در مورد همین برنامه است. این کامنت ها شماره بله دارم میخونم تو کامنت ها. خب باید زنگ بزنن اگه سریع بتونن تماس بگیرن این دوست عزیز روی واتساپ من. خب شماره هستش که من بتونم بیارم، یا خود شما اگه رو واتساپت میتونن تماس بگیرن شماره شما رو دارن بیاریدشون رو خط، اگر نه که فرق نمی کنه. من فکر کنم خودت اگه واتساپت شماره تو اونزی تو کامنت ها بنویس براش که تو واتساپ به تماس یا تو تلگرام بگیرم. شما ادامه بدیم من براشون میریم. بفرمایید دکتر جان. خواهش میکنم. پس امروز دیدید هم میهنان گرامی، دستی برای یک بار دیگر دست یک مزدور تجزیه طلب ایران ستیز که برای MI6 و استخبارات عربستان مزدوری میکند، یعنی آقای سید علیرضا نوریزاده، در 57 نقش داشته. پس از اون بارها علیه ملت ایران توطئه کرده رو نشون دادیم. آموزه یا درسی باشد برای تو آقای سید علیرضا نوریزاده، معروف به بیشتر میخوام، که بار دیگه دروغ به رضا شاه بزرگ و شاهنشاه آریامهر و پدر و پادشاهان ایرانساز پهلوی دروغ نبندی و نچسبانی. آقای سید علیرضا نوریزاده، امروز به شما ثابت کردیم همیهنان گرامی، نشان دادیم با سند و مدرک که رضا شاه بزرگ دشمن ملاهای شیعه بود، دشمن جریان فراماسونری بود، دشمن کمونیست ها بود، بعد از پادشاه شدنش پرونده اینا رو بست. یادتون نره موروثی بودن تضمینی است برای نگهداشت یک پارچگی سرزمینی ما و به روی کار نیامدن مزدوران بیگانه و دشمنان هستی و وجود ایران. هم میهن، در و دیوار ایران رو پر کن از شعار درست و به جای نه به جمهوری آری به پادشاهی. فقط نه به جمهوری اسلامی کافی نیست، پیام رو کامل نمیتونی برسونی. نه به جمهوری که درش هم جمهوری اسلامی هم هست، نه به جمهوری یعنی نه به جمهوری اسلامی، نه به جمهوری کمونیستی، نه به جمهوری فدرال، نه به جمهوری فدرال که فدرالیسم تجزیه دموکراتیک ایران است. پس بنویس در همه جا نه به جمهوری آری به پادشاهی، جمهوری یعنی تجزیه ایران. ببینید که با این کار چه کار بزرگی برای ایران خواهید کرد در راستای میهن پرستی. پرتوان باشند میهن پرستان، نیروی هواداران پادشاهی هزار برابر، صد هزار برابر باد. نگاه ما به پادشاهی نگاه تمدنی است. هر زمانی هم میهن گرامی خواستن گفتگو کنم بفرمایید. بنا که جواب ندادن، من پیام دادم براشون. من رو اسکایپ میارمش تو تصویر نمیارمش، ولی از این از پشت از رو آیدی اسکایپش من رو تماس میگیره. من پیام دادم رو آیدی اسکایپ ایشون. هم میهنان گرامی، دیدید که خانم منا سیلاوی سخنگوی حزب تضامن دموکراتی الاهوازی یا تضامن دموکراتیک اهوازی، این خانم اصلا خون جانباختگان راه ایران که از عرب زبانهای ایرانی در خوزستان هستند که 8000 تن هستن اصلا براش مهم نیست. همونطوری که در بمبگذاری هایی که این گروه های تجزیه طلب خلق عربی پان عرب وهابی مزدور استخبارات عربستان و MI6 انجام دادن، بیشتر کشته شدگان از میان، من خودم خوزستانی هستم، بیشتر کشته شدگان در میان از هممیهنان عرب زبان ما بودن. اصلا برای اینا مهم نیست، اینا فقط ماموریتشون رو به انجام برسونن در قبال این مزدوری و پدرسوختگی و ایران ستیزی بتوانند
آینده خودشون و فرزندانشون رو با پول و با اون پولی که از راه مزدوری میگیرن تأمین بکنن، بیان بر سر کار، یا یکشون بشه وزیر در کشورک خیالی الاهواز، یکشون بشه چه میدارم معاون وزیر، یکی بشه بعد رئیس جمهور، جز مجلس بشود. اینها مشتی فرصت طلبن که میگویم حتی خون بر زمین ریختن، خون هممیهنان عرب زبان خودشون هم براشون ریختن یا نریختنش مهم نیست. میگم اصلا میگه نه ما اصلا کسی رو نداریم که تو جنگ با عراق از میان عرب زبان ها جنگی باشه، هر کی کشته شده تو بمبارون همینطوری از شهروندا همینطوری کشته شده. امیدوارم خانواده های جانباختگان جنگ عراق با ایران، اون بخشی که از هممیهنان عرب زبان ما هستن، پاسخ درخور و شایسته ای به یک جرثومه تروریستی مانند منا سیلاوی سخنگوی حزب تضامن دموکراتیک الاهواز که از دوستان آقای علی سید علی رضا نوری زاده هستن بدهد. آخه اینا رو از مردم ایران مخصوصا در قسمت هایی که دنبال تجزیه هستن، پان ترک ها و پان کورت ها و پان عرب ها، اینا که کسی نه میشناسدشون نه دنبالشون میکنه، اینا فقط اومدن جعبسازی دارن شلوغ میکنن به نفع جمهوری اسلامی. مثلا کسی اینا رو صحبت اینا نزد مردم ایران محلی از اعراب نداره، اصلا کسی آرشون میاد به اینا نگاه بکنن. بله خب ببینید استعمار پشت این هاست، خطر بله. اونجاست، وگرنه بله. وگرنه اون هممیهن عرب زبان ستم دیده و زحمتکشی که دو تا گاومیش داره و با کشاورزی داره نون زن و بچهشو فراهم میکنه و همه خانواده بر روی زمین کشاورزی کار میکنن یا نگهداری از گاومیش میکنن، که به گفته شما شاید اینو نشناسن و نمیشناسنم، ولی خب استعمار داره کار خودشو میکنه. بله. باید هوشیاری رو بدیم به همین دیگه. ببخشید الان از 4 ساعت هم گذشت، اول اختار رو گرفتم، فکر نکنم این دوستمون رو بتونیم الان بالا بیاریم. باشه برای برنامه بعدی، بازم ما چون این برنامه کامل نشده، خیلی مطالب زیادی هست و دوستان در جریان باشید، مطالبی که برای ما میفرستید از کسانی که این برنامه بر علیه شاهزاده رضا پهلوی حرف میزنن، اینا ما خودمون همه رو آرشیو میکنیم، حتی کسی که یک سر سوزن خواسته باشه اشاره بکنه ما همه اینا رو آرشیو میکنیم. فقط شما کار خودتون رو انجام بدید، سکوت نکنید، همون موقع عکس‌العمل نشون بدید، بدونن که این مردم با مردم نسل 57 فرق میکنن، همون در آن واحد جواب میدن. دوست و دشمن هم براتون فرق نمیکنه، نباید بکنه، باید جواب هر کسی که به طیف پادشاهی حمله میکنه، به پادشاهان ایرانساز پهلوی حمله میکنه، به شاهزاده رضا پهلوی، به هر دلیلی حمله میکنه، همونجا داغ داغ باید جوابشون رو داد. معطل نکنید، سرد بشه فایده نداره، همون موقع بزنید تو دهنشون. چیزی که ما در رستاخیز سیمرغ سالیان سال داریم میگیم، در مسیر مبارزه با جمهوری اسلامی، در مسیر مبارزه با دشمنان ایران، نه مسامحه میکنیم، نه مماشات داریم، نه سازش میکنیم، نه چشم‌پوشی میکنیم، نه رحم میکنیم، نه شوخی میکنیم، همون لحظه میزنیم، همون لحظه. این در این خصوص جناب قاسمی، جناب دکتر مهراد اگه صحبتی داری، من فکر کنم هر لحظه دیگه قد چه برنامه. خواهش میکنم، من فقط به همیهنان میگم یادشون نره هر طوری که در درون ایران امکانشو دارن و حتی بیرون از ایران بنویسند، بگویند و رو درواسی رو به کنار بذارن، نه به جمهوری، به هر نوع جمهوری، نه به هر نوع جمهوری، بله نه به جمهوری، آری به پادشاهی. جمهوری یعنی فروش و تجزیه ایران. رو درواسی رو دیگه ما با شما آقای حسن شریعت مداری صدقه خور تجزیه طلب و دیگر کسانی که روانشاد میرزاده اشتی بهشون میگه ارازل اوباش و ولگرد، ما با اینها دیگه از این در این دو سه هفته گذشته که شمشیر رو برای ملت ایران از رو بستین، ما هم شمشیر درفش شیر و خورشید رو از نیام میکشیم و در برابر شما ایران ستیزان تجزیه طلب که خواهان بسترسازی برای جنگ درونی در ایران هستیم 100% خواهیم ایستاد. سپاسگزارم. خواهش میکنم. جناب قاسمی شما بفهمید. نه من هم دیگه صحبتی ندارم. این دوستمونم من با اسکایپ الان نتونستم با شما صحبت میکرد، چند بار زنگ زد، امیدوارم تو برنامه آینده بتونیم باشون. حالا در همین عواص بین این برنامه با برنامه دیگه هم با ایشون صحبت میکنیم تا برای برنامه بعدی هم آماده بشن.
آره آره. و سپاسگزارم دوستانی که 4 ساعت برنامه رو نشستید گوش کردید، شنیدید، بچه‌ای که الان دارید به صورت لایو برنامه رو می‌بینید یا آینده توی یوتیوب و تلگرام و اینستاگرام رستاخیز، حتما دوستان کانال‌های رستاخیز رو، رستاخیز سیمون رو در یوتیوب، اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک برای دوستانتون بفرستید، دوستانتون رو دعوت کنید عضو بشن، برنامه رو یک بار دیگه شیر کنید. عزیزانی که میرن توی برنامه گذشته رستاخیز رو به خاطر دارن، حتما برید رو برنامه رستاخیز و برنامه رو از 2 سال پیش مجدد، حتما از قبلش هم بسیار بسیار مهمه، ولی حداقل از 2 سال پیش رو مجددا توی فیسبوک شیر کنید، بذارید این برنامه بچرخه، صحبت یک بار دیگه گفته بشه تا خیلی از اون اتفاقاتی که 2 سال پیش از جمله این قرارداد چین و امثال اینها ما تو رستاخیز سیمون اومدیم تو سر خودمون زدیم و اعلام کردیم و گفتیم و گفتیم و نشنیدند، یک بار دیگه برای دوستان بازپخش بشه که رستاخیز سیمون همیشه گفته 40 قدم جلوتر از بازی‌های مافیا حرکت میکنه، 400 قدم از مدعیان پوشالی به اسم اپوزیسیون، کسایی که رسانه دارن، جریان دارن، گروه دارن، نمیدونم خب به دفتر دستک دارن. بنابراین ما تو رستاخیز سیمون همیشه همه چیز رو گفتیم. سپاسگزارم از دکتر سروش مهراد گرامی، جناب کمالپور و همه دوستانی که تشریف داشتن توی برنامه. پاینده ایران، جاوید شاه و خدا نگهدار. بله، سپاس از شما جناب دکتر مهراد، جناب قاسمی عزیز، ممنون. دوستان دوتا مطلب، این که تمام لینک های رستاخیز سیمرغ در تیتر شما میتونید ببینید، در 2 لینک کانال در یوتیوب هست، تلگرام، کانال های تلگرام، اینستاگرام، توییتر و پیج فیسبوک، میتونید از این لینک ها استفاده کنید، وارد بشید و هم عضو بشید، هر ویدیویی رو میخواید، هر برنامه‌ای رو میخواید، کلیه فعالیت‌های ما در رستاخیز سیمرغ از طریق این کانال‌ها فقط منتشر خواهد شد. جمله‌ای که اول گفتم در آخر یک بار دیگه خیلی سریع تکرار میکنم، ما در برنامه‌مون تعیین نوع حکومت نکردیم، ما آن چیزی که طبق قانون، طبق منشور جهانی حقوق بشر حقمون هست، آزادی اندیشه و بیان و داریم بیان میکنیم و اون خواسته قلبی میلیون ها ایرانی هستش که حکومت پادشاهیه. دقیقا همون کاری که فدرالیست خواهان و دشمنان ایران در حال انجامش هستن 42 ساله، و این هم حق قانونی ما هست. تعیین نوع حکومت فردای بعد از گذار از جمهوری اسلامی پای صندوق های رأی توسط مردم صورت خواهد گرفت. از اینکه بیش از 4 ساعت همراه ما بودید، از یکایی که شما عزیزان سپاسگزاری میکنم، بهترین ها رو از صمیم قلبم براتون آرزو دارم. پاینده ایران و ایرانی، برافراشته باد پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان، تا جان در تن من است، تا خون در رگ من است، تا ابد جاوید شاه تنها کلام من است و خاک ایران تنها سرای من است. تا برنامه دیگر، بدرود. سخنم به ارتش، به ارتش ایران است، نقد من از این به اصطلاح شیران است،
روی سخنم به آن دلیر مردان است، مردان قسم خورده به آن یزدان است. روزی که شما وارد این عرصه شدید، دیدید که عرصه شیران است. شیران به مثال مدافع ایران است. گفتید و برفتید در این راه خطیر، جانم به فدای ملت ایران است. گفتند به شما که در لوحه ارتش چه بود خط و نشان؟ گفتند کجاست نقطه آغاز به پایان ددان؟ گفتند چه بود خط و نشان در ارتش؟ گفتند کجا که کجا دست ز جان باید کشت؟ گفتند که شما حافظ این ملک و کیانید؟ گفتند که در بسترتان خواب نمانید؟ ای محل توجه در ایران، ای کشور سر فراز ایران، ما این فدائیان خاکم، ما ارتشیان پوت پوتم، دادیم به اشمت ایتر افراد بس افسر و درجه دار و سرباز. گردست تردید تو در پای تجاوز، انداز کنم کوتهان های کنم لنج. من زاده ایرانم و آزاد و آزاد، بیگانه پرستیدن ننگرد مرا ننگ. اینجاست که شبد شکوه من تیز نمایان. درد و دل این مردم دربند از این قصه پرقصه بدانید. کشتند جوانان وطن را و تو ساکت بنشستی. کشتند امیران و تو در خانه نشستی. بردند به تاراج همه هستی مردم و تو ساکت بنشستی. بردند به یغما علنا روزی ملت و تو در خواب چون مستی. دادند به دشمن سر این مام وطن را و تو ساکت بنشستی. در رأس امور وطن است گرگ و شغالان و تو در تاکسی خود بحر مسافر بنشستی. گویم سخنی تلخ تو را بحر خجالت تا آب شوی از عملت در بر ملت. روزی که جوانان وطن قرعه‌کشان در پی حقند، تو در صف آن خاصه به دستان ولایت بنشستی. تو شاهد این ملغمه بودی و به خود زحمت پیکار ندادی. پیکار بماند
بمان. تو زحمت اقرار به سوگند خودت هم ننمودی. اینجاست که راه تو جداست از راه ملت. تو تو ارتش ایرانی، نه ابزار ولایت. اکنون که شنیدی که بود در سر ملت، بیشک تو بدان این سخنم ختم کلام است. این ارتش حمایت، حمایت، حمایت. برخیز برخیز برادر، برخیز برادر، که وطن در تب و تاب است. چشم پسرک از غم نان سرخ و پراب است. برخیز و بگو ارتش ایران نخمیده. این نعره شیران وطن بهر امید است. از بحر همین قره شیران کیان است که این ملک اهورایی ما قلب جهان است. اینک به تو گویم به تو ای ارتش کوروش، خاک وطنت در ید دیوان و ددان است. آن شیخ که بر مسند شاهان بنشسته است، خود مهره خردی ز همین دیو و ددان است. چشم من و ما منتظر فوج شما است. اکنون که ددان در پی بلعیدن این خاک کیان است، قرید و بگیرید و ببندید همه گرگان و شغالان. قرید و بگیرید و ببندید همه گرگان و شغالان. این ملت ایران به پیوند شمایند. برخیز و بگو نیک بدانی به مانند جوانان. برخیز و بگو نیک بدانی به مانند جوانان، تنها راه پیروزی ما فر کیان است. فرق کیان است.